جهانی آشوبیان و همچنین مشاور دفتر نمایندگی آشوبیان در مجلس شورای اسلامی جناب اولیک بهنام. به نام نامی دوست که هرچی داریم از دوست. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت روحانیون گرانقدر، نمایندگان محترم مجلس، دستندرکاران دستگاه اجرایی، دستگاه قانونگذاری کشور. متشکرم که این فرصت رو هم به من داده شد که چند کلمه در خدمتتون باشم. منو ببخشید پیشاپیش به خاطر این صدای گرفته و سعی میکنم به همین بهانه کمتر مصدق با شما باشم. خب من گمان میکنم در آینه در مراسم آینه رونمایی از این کتاب کمتر پرداخته شد به سرکار خانمان رو که زحمت کشیدن. اجازه میخوام این مختصری راجع به فعالیت‌های ایشون در خصوص این کتاب عرض بکنم، چون که خودم بارها در دفتر آقای بهپوریا شاهد بودم که ایشون چه زحماتی کشیدن. خب به عنوان یک حقوقدان که سرکار داره با مشروع مذاکرات مجلس و سابقا قبل از اینکه سایت مجلس راه اندازی بشه عضو روزنامه رسمی بودیم و روزنامه رسمی کشور به صورت مستدام و منظم به دفتر ما میامن، میدونم که جستجو در متون مشروع مذاکرات چقدر دشواره. بارا که در دفتر آقای بهپوریا بودم شاهد بودم که ایشون با چه دقتی و با چه وسواسی لابلای سایت ها، کتب ها و ارزان بزرگتون روهای فشرده مشروع مذاکرات دنبال این مطالب میگه. بارها هم با هم در این موضوع صحبت کردیم در خصوص اینکه تقدم و تأخر اینا چقدر مهمه و از نظر حقوقی و قانونی توجه به این مسائل بریز میتونه چقدر مؤثر باشه. به هر حال زحمت فراوانی کشیده شده تا مجموعه که خدمت شماست چاپ بشه، تصویر بشه. من به نوبه خودم برای کسی که دست کوچکی هم به قلم داره ازشون تشکر میکنم. امیدوارم که این پژوهشی که من عمل آوردن توسط دانشجویان و محققین مورد استفاده قرار بگیره. البته جای تشکر داره از دستگاه خانمگذاری که اخیراً توی سایت رسمی خودشون تمام مشروع مذاکرات مجلس را دوره اول از سال 1285 به این بر همه رو تایپ کردن، تکثیر کردن، در سایت گذاشتن. برای بررسی حقوقی و دانشجویان بسیار سخت شده این قضیه، اون رو هم نمیشه بهش توجه نکرد. ولی عمده مطلب همین است که عرض کردم به عنوان یک کار اختصاصی توسط اقلیت هایی بینیم که منحصر به فرد به نظر من و در جوامع دیگه، نه تنها در جوامع دیگه بلکه در خارج از کشورم مشابهش پیدا نخواهد شد، جای تشکر برقرار کنیم. من هر روزم رو دو قسمت میکنم. یک قسمتش رو اجازه بدید تخصیص بدم به بحث این کتاب و یک قسمتش رو به گونه حقوقنا گریز بزنم به حقوق اقلیت ها و اینکه این کتاب چجوری میتونه در اون حوزه هم مصبر سمر باشه. خب این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع به نظر من، یعنی افرادی که میخوان در حوزه نمایندگی مجلس فعالیت داشته باشن، چون اونایی که میخوان کاندیدا بشن، نامزد بشن، چون اونایی که در دوران آتی این سمت رو میپذیرن، میتونن به عنوان یک کتاب منبع و مرجع بهش اشاره بکنن. جناب کوچویی فرمودن که در یک دهی، در دو دهی می‌بینیم که سکوتی حاکمه. این سکوت به چه علت بوده؟ نیاز به بررسی داره. این کار پژوهشی چیست؟ دانشجوی علوم سیاسی، دانشجوی حقوق می‌تونن خیلی خوب کار بکنن.
کسی که میخواد در دوران آینده نماینده مجلس بشه میتونه بررسی بکنه ببینه از اگه اشتباه نکنم جلسه 21 سال 1342 که جناب ویلیام ابراهیمی اولین نطقشون داشته تا زمان چاپ کتاب که آقای ویکتوریا نطقهایی رو داشتن در مجلس چه مسائلی مورد نظر و توجه نماینده آشوریا بوده در مجلس چه مطالباتی داشتن که به ثمر رسیده و چه مطالباتی داشتن که همینجوری محقق باقی مانده نقاط ضعف و نقاط قوت دفاع نماینده ها رو مطالعه کنن تجربه گذشته رو دوباره تکرار نکنن راه کوتاه‌تری رو در نظر بگیرن الان در دورانی هستیم که خب همه میدونید موبایل شده همه زندگی انسان ها موبایل های هوشمند دانشجوها یا جوانان ما بیشتر توی این گروه های اجتماعی به دنبال منابع اطلاعاتی و علمی می‌گردن که اکثراً سوخته است یا اینکه جعلی است دیروز در یکی از گروه های تلگرام خودم شاهد بودم که نوشتن گروگانگیری در بازار موبایل تهران در حدی که رئیس پلیس مجبور شد تکذیبش بکنه خب این خبر جعلی چشم خیلی از جوانهای ما رو گرفت بسیاری همش روی تبلیغ کردن که آره گروگانگیری شده نمیدونم گروه تکفیری داعش اومده چه کرده چه کرده اما هیچ کدوم توجه نکردن که آفتاب سوزان توی اون عکس هاست برگ درخت ها سبزه اما فصل این حال و هوا نیست در بازار موبایل تهران اونطور شروع کردن تکذیب کردن من منظورم این است که در تحقیقات علمی در تحقیقات دانشگاهی در پژوهش های دوره کارشناسی ارشد دکترا اصلا سایت های اینترنتی رو به عنوان منبع و مرجع نمیشناسن کسی که تحقیق میکنه باید به کتاب اشاره بکنه ریفرنس باید بده متاسفانه همونطوری که عرض کردم این شبکه‌های اجتماعی گروه‌های اجتماعی شدن پدر، مادر، استاد، خانواده نسل جوان ما و گمان می‌کنم چاپ چنین اثرهایی، گردآوری چنین اثرهایی می‌تونه حداقل یک مقداری بازدارنده باشه از به خطا رفتن نسل جوان بعد این کتاب رو اگر مبارزه بفهمی نکات ریزی درش هست حالا قیبت نمایندگان یه قسمتی شیه که دوست عزیزم استاد ایران قد جانب کچوی گم اشاره کردن اما من در این طرفی گردآورنده سرکار خانم نانسی آدو هیچ شکی ندارم چون خودم شاهدش بودم چجوری با وسواس و دقت این مجموعه رو گردآوری کرد اما این خواننده تیزبین یه خواننده نکته سنج وقتی رو برق میزنه خیلی مطالب به دستش میاد به قول حافظ من این حروف نوشتم چنان چه غیر ندانست تو همچنان بخوام که تو دانی تو هم از روی کرامت چنان بخوام که تو دانی حالا من بازش نمی کنم شاید این بعض رو تو ذهن دوستان کاشتم که حتما بیشتر دارم بکنم در این کتاب چون نمیخوام از بیطرفی این مراسم هم خارج بشم اما از همین من که بگذرم گمان میکنم جای تقدیر و تشکر هم داره از دستندرکاران چاپ این حامیان مالی این کتاب که خب خودم شاهد هستم واقعا با وضعیت خیلی در مسائل چاپ تا هست و هزینه‌ای که تحمیل میشه و همین سالیمی هم نیست که ما بیاییم جای کتاب رو نگاه میکنیم در یک همچین قطعه با تصاویر رنگی و گمان کنم بالغ و نمای اجمالی کردم بالغ و بیشتر از 140 صفحه است خب چاپ این هزینه بره زمان بره و جای تشکر داره از حامیان مالی و آقایون و دوستانی که تو روابطنامه مجلس شورای اسلامی کمک کردن برای این موضوع حالا میخوام گریزه رو بزنم به حوزه موقعیت ما با
بارها با دوستانم توی نماینده توی مجلس شورای اسلامی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم. ما غیر مسلمانان ایرانی هستیم، اقلیت دینی نیستیم. البته گمان حقوق دان عرض بکنم که این اقلیت دینی بودن سبب امتیاز مزیت در قانون اساسی تحت میفرماید اقلیت دینی رسمی کشور اباحه داره برای ما، منفعت داره، کهن داره. ولی از نظر سیاسی قائل بودیم که غیر مسلمانان ایرانی هستیم، اینا تکلیف چون هم همون ایرانی هستیم. در اصل 164 قانون اساسی وجود میاد تعداد نمایندگان رو بهش اشاره میکنه، اینطور آغاز میکنه که تعداد نمایندگان 270 نفره، بعد زرتشتیان و کلمیان هر کدوم یک نماینده، مسیحیان در حوزه زرتشتیان و کلمیان عبارت رو استفاده نکرده قانون گذار، در حوزه مسیحیان میاد میگه مسیحیان آشور و کلمیان هر کدوم یک نماینده، مسیحیان ارامنه شمال و ارامنه جنوب هر کدوم یک. من حقوقدان نظرم این است وقتی قید مسیحی را آورده به قومیت آشوری و قومیت ارمنی چسبونده، نیت مقنن از این موضوع، نیت قانونگذار از این موضوع این بوده که ما رو هم به عنوان یک اقلیت مسیحی می‌شناسه و هم یک اقلیت قومی و زبانی. مزیت این کجاست؟ اونجاست که می‌بینیم ما در مدرسه‌مون زبان قومی آشوری و ارمنی تدریس می‌کنیم. در صورتی در زبان زرتشتی‌ها بلخص حالا به خاطر تاریخچه ایرانی بودن و زبان واحد داشتن یا کلمی‌ها مشابه این نیست. خب این یک امتیاز است. نظر من است ما هم اقلیت قومی هستیم هم اقلیت دینی. این موضوع سابقه تاریخی داره. از زمان کوروش تو این کتیبه مشهورش آمده آشوری ها بلخص بیش از 600 سال حکومت خودمختار داشتن در امپراتوری هخامنشی. این حکومت خودمختار معنیش این است که زبان خودش رو تدریس میکردن در مدارسشون، زبان قومی نسل به نسل سینه به سینه نقل میشده. حتی در لشکرکشی ها و جنگ ها ببینید آشوریان با همون لباس و شمایل رسمی خودشون در کنار ایرانیان از امپراتوری هخامنشی دفاع میکنن. البته قبل از انقلاب یه مقدار نامهربانی هایی در حوزه های سیاسی نسبت به حقوق اقلیت های دینی خصوصا مسیحیان باشه در باشه. من در ماهنامه پیام آشوریان که مسئولیت داشتم اونجا یک اشاره‌ای کردم که بعضی از کلیساهای ما حتی در ارومیه اجازه ترمیم و احداث بنا به اونها داده نمی‌شد. نخست وزیری مخالفت می‌کرد. بعد از انقلاب هم متأسفانه در دوران دهه 60 داشتیم نامهربانی‌هایی رو که طبیعیه به خاطر اون آشوب‌های اول انقلاب تبیهیست که مسائل بسیار مهمتری دست به گریبان مملکت بوده که دیگه به حوزه اقلیت های دینی نمیرسیده. البته ما در حوزه مدیران رو جز میدونیم که در خصوص مدارس و یا در برخورد با روحانیون نام هر مامینان شده، ولی الان که 37 سال از انقلاب میگذره و اون نهال انقلاب تبدیل به یک درخت تنومند شده است که در حوزه سیاسی بین‌الملل میبینید با اول قدرت ها در پنج اضافه یک میشه مذاکره میکنه یا اجلاس سران در تهران برگزار میشه یا در مسائل نظامی منطقه جنگ سوریه و عراق چقدر نقش آفرینی میکنه. به همین نسبت هم حقوق اقلیت ها برای تحول شخصیتشون و حقوقشون رشد کرده، بالندگی پیدا کرده. در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مجموع دولت شما میبینید دقایق مخصوصی تشکیل شده در برای رسیدگی به امور اقلیت های دینی، اقلیت های رسمی. حالا من نمیخوام بگید که استدار بحرار سامن وزارت اشراف حضور دارن، در وزارت کشور داریم، در نیروی انتظامی داریم، در وزارت آموزش و پرورش داریم، در تمام دستگاه دولتی مشابه این دوایی رو داریم. نه از باور اینکه خدای نکرده اثر منفی داشته باشه، بلکه از باب اینکه بیشتر رعایت احوال و رعایت حقوق اقلیت‌های دینی بشه. این رو تا جایی می‌بینید
که ریاست جمهوری اخیراً حتی دستیار ویژه انتخاب کرده برای این موضوع، چیزی که در تاریخ ایران سابقه نداشته، در حالی که من گشتم مشابه این رو پیدا نکردم، مگر همون که عرض کردم در دوران امپراتوری هخامنشی داشته مشابه این مسئله. اینا رو برای این گفتم که ما تجارب گرانقدری داریم در خصوص حفظ و رعایت حقوق رعیت. این رو میتونیم در اختیار سایر کشورها بذاریم. مشابه این وضعیتی که ما در ایران داریم در هیچ یک از کشورهای نه تنها منطقه همسایه بلکه در کشورهای به اصطلاح مترقی هم نداره. و متاسفانه اکثرا هم ناآشنان به این موضوع، چون به صورت درست و صحیح بهش پرداخته نشده. کشور شمالی ما ارمنستان در دانشکده حقوقش رو وقتی مطرح کردیم که ما رعایت احوال شخصی داریم در ایران و مسائل مربوط به ارث و طلاق و وصیت ازدواجمون مطابق شرع مذهب مطبوع خودمون انجام میشه، باور نمیکردم. من خودم توی گروه علمیش رو صحبت کردم، باور نمیکردم. گفتم صد سال ما قانونگذاری داریم در این حوزه. گفتم معقول میکنه چطور ما نمیدونیم؟ خاطر اینکه ما بهش نپرداختیم، ما معرفی نکردیم. الان اروپا شاهد هستیم چه مصیبتی داره با این مهاجرانی که از سوریه و عراق گسیل شدن اونجا، همین بمب‌گذاری اخیر در فرانسه، ترولی که در فرانسه صورت یا مسئله که در بهش هست. خب من یادم 8 سال پیش گمان میکنم سروزن آلمان و نخست وزیر انگلستان در یک جلسه گفتن که ما این مهاجرین رو از سالهای پیش به عنوان نیروی کار پذیرفتیم که بیان برای ما کار بکنن، بعدا در جامعه ما در فرهنگ ما حل بشن. اما با اتفاقاتی که میفته در اروپا میبینیم هر کدوم واسه خودشون کلونی درست کردن. ترکای ترکیه یه جوری، ارامنه یه جوری، آشوریه یه جوری، عربا یه جوری، آفریقایی یه جوری، نه تنها در جامعه اروپایی حل نشدن بلکه تازه یک دردسری هم برای ما شدن. من نمیخوام اقلیت دینی ایران رو با اون موضوع مقایسه کنم، خاطر که ریشه تاریخی که من قابل مقایسه با اون نیست. صرف نظر از اینکه ارمنی یک مهاجرت 100 ساله، یک مهاجرت 350 ساله و یک قدمت 2000 ساله در رودخانه هست دارن، آشوریان هم یک تاریخ 4000 ساله در این منطقه قابل مقایسه نیست. اما کمی اقماس در حوزه مسائل مدارس، تدریس زبان میشه به این نتیجه رسید که ما خودمون رو ایرانی میدونیم، دین خودمون رو مسیح زرتشت کلیمی میدونیم، با آزادی کامل در این مملکت زندگی میکنیم، جنگ هم بشه ازش دفاع میکنیم، در حوزه سیاسی هم نماینده معرفی میکنیم که از سایر نمایندگان و هموطنان مسلمان ما مؤثرتر باشه، کوشاتر باشه، فعالتر باشه. میخوام گریز بزنم به کتاب. این کتاب من اصلا گمان نمی کنم در خارج از کشور کتابی با این عنوان چاپ شده باشه. از دفعه تو میتونه سیش در اون چند روزه ندید. معنی برای که فعالیت یک اقلیت دینی حالا یا قومی به صورت مدون چاپ شده باشه و معرفی بشه. از نطقه اولی که داشته تا روزی که تو کتاب چاپ شد. من نه. این در اون حوزه‌ای که ما مراجعه میکنیم به مرجعی بین الملل، سازمان ملل ژنو، دوستان چند بار تشریف داشتن، بنده هم دو بار افتخار داشتم که اونجا حضور داشته باشم. پنل‌های برگزار میشه در خصوص حقوق رعیت. این کتاب اگر چاپ بشه به زبان انگلیسی کنیم اون میز پنل گذاشته بشه، افرادی که مدعی حقوق بشر هستن بیان اینو نگاه کنن، متوجه میشن که در دستگاه قانون‌گذاری کشور نماینده اقلیت آشوری چه تلاش‌هایی کرده، چه غیبت‌هایی داشته، چرا داشته و چه تقاضاهایی کرده که به مرحله ظهور رسیده. این نه از باب تبلیغه، نه از باب تبلیغ برای نظامه، نه از باب معرفی خودمونه، از باب اینه که آشنا بشن این تجارب رو به اونا منتقل بکنیم، اونا بدانند
چطور شده که 4000 سال آشوریا در ایران زندگی کردن اما برخلاف نظر صدراعظم آلمان و نخست وزیر انگلیس تو جامعه اروپایی حل نشدن؟ چرا حل نشدن؟ یک زمانی گمان می‌رفت که دو تا نظر هست در امور بین الملل حقوق بشر شامل حقوق اقلیت ها دو تا نظر هست. میگن که تدریس زبان قومی باعث تجزیه مملکت میشه. چه که می‌بینید دوره‌ای در کردستان و آذربایجان ما هم این ممنوعیت داشت ولی علی‌رغم ذلك اینطور نیست. اخیراً در کردستان زبان قومی تدریس میشه. خب آشوریا هم حالا صرف نظر از اینکه اختلافات ارضی وجود نداشته ولی ارامنه همسایه شمالی کشور بودن زبان قومی تدریس میشده و هیچ وقت هم چشم نه به خاطر کمبود زمان بلکه به خاطر صدای ارزم حضورتون که این نظر هست که تدریس زبان قومی و حضور اقلیت‌ها مانع موجب تجزیه کشور نمیشه، مانعی در اقتدار حکومت نمیشه. این مطالعات علمی داره، حالا گفتم وقت کم میده، من اشاره نمی‌کنم در تحقیقات میدانی که صورت نظرافه در این حوزه چطور است. خب این تجربیاتی که ما الان بهش اشاره کردم میتوانیم اینها رو به کشورهای دیگه منتقل بکنیم و این کتاب به عنوان کتاب مرجع هم میتونه بسیار مفید باشه. متشکرم از اینکه توجه فرمودید.